تی گذشتی من به شما سخنرانی نکردم و چند نفر ناراحت شد و با من تلفن زد که شما حرف نمیزنی ما هم حرف نمیزنیم و این به من خیلی ناراحت کننده بود و من چند شب نخوابیدم. در این هفته به من چند استراتژی که مهم اتفاق افتاد. اول از همه اون زهانی بود که مسابقه داد و از لاریزانی اون را پخش کرد و هر روز من می دیدم در همه خانه همسایه که میری صدای اون لاریزانو بلنده و تا یه گل می زنه هر کس زبان بود به خود جیغ می زنه فریاد می کشی. من خیلی ناراحت شدم. ای زبان خاک بر سرت، تو شخصیت خودت باش، نه اینکه اون دست گل زده تو احساسات میکنی. و یک پیام برای اون دیوید دارم که در انگلیس بود و با موبایل به من گفتن که یک گل زد. من عکس اون را دیدم، موی این آدم شبیه قرص بود. آقای میرسلیم جلو اینو چرا نمیگیری؟ من یک پیشنهاد به لاریزانه دارم که وقتی فیلم فوتبال پخش میکنه موی اونها رو درست کنه، که اینها رو پخش نکنه اون جوان بره مثل اون درست کنه. فقط هم انگلیس نیست، اون آرژانتین هم بود. هرچی از موشی بلند کرده دراز کرده چشم میبنده میذاره پشت سرش. جوان مملکت اینی یاد میگیره، این درسته؟ از اون حسن یاد بگیر، فیلم تیم ترکیه بود و موهای اون را من دیدم و خیلی خوب بود و من خیلی خوشحال شدم که اون تیمی سنگال که همه سیاه پوست فقر و بیچاره بود به اون فرانسه کمونیست برنده شد. و من به رئیس جمهور فرانسه از همین زمین جمع ای جان گل ساتر، تو چه اون زنت خودش یک ضعیفه بود، دیدی سنگال تو رو برد؟ و این یک پیروزی بود، مثل بن لادن که اون بانک تجارتی خراب کرد. و یک پیام به اون لاریزانی بدم که عوض این جون فوتبال از صبح تا شب پخش کنه، جوان مردم سر صبح تا شب بره اون تماشا کنه، به اون یاد بده که تراکتور چطورو باید زمین شخم بزنه، که اگر امریکا فردا اومد برای من برنج نیاره با چلو کباب. و یک استراتژی که دوم دارم که در اون دوم خرداد بود که من در یک روزنامه آن را خواندم، که این روزنامه را از تهران آورده بودند و در اون نوشته بود که یک شکافی در دوم خرداد افتاد. حالا راحت شدی؟ ای دوم خرداد، ای کمونیست، ای بیدین، اینقدر این کار را کردی که شکاف افتاد. وقتی اون سعید گفته چی از پایون فشار بدی از بالا سونه بزن، مگر آدم چیه که اینقدر فشار بده؟ هی فشار بده، هی فشار بده، فشار میده پاره میشه شکاف میخوره. این شد کار. ای آدم اینو بفهم، هرچی فشار بدی اول شکاف میخوره بعدش پاره میشه. استراتژی که سوم من اون شهردار تهران بود که روزنامه نوشته 17 میلیون تومن پول برای خودش یک نفره داشت. ای شهردار، تو باید مستضعف باشی نه مثل اون. ای هر روز وقتی به اون تهران برج درست کردی چرا از پنجره چرا در زم کنه، خب میشه 15-17 میلیون تومن. این همه آدم مملکت چند گرسنه میخوابه تو 17 میلیون تومن. و من میگم ای برادر، بیا این شهردار استیضاح کن، بگیر به بدن باز زندان که این پول از کجا اومد. اگر پدرت داشت پس چرا اون پول برای فقر بیچاره ندادی؟ اگر خودت گرفتی از کجا؟ حتی شنیدم در اون شهردار چند نفر آدم بود که 100,000 تومن حقوق گرفته، در یک ماه تقسیم بسته میشی 3,000 تومن در روز و 10,000 تومن هم اضافه میاد. پس این شد جامعه مدنی. اون وقت هر روز این شهردار با اون شورا دعوا میکنه. استراتژی سوم من اون اینترنت بود که من رفتم به اون و یک نفر از برادران اومد که مثل این منشی های ضعیفی داره از اون ماشین حساب توی خونه خودش گذاشته، مثل آهن جنگلشش روی اون میزنه، من را برد و از تلویزیون داشت و من تمام اون اینترنت را در اونجا دیدم و الحق خیلی ساده و غریب عجب بود. ولی در اون من دیدم که این زنهای ضعیف می آمد از همه دور، آدم خیلی عصبانه می شد. ای بیل گیت، تو مگر از خودت خواهر مادر نداری که این زن آوردی اون جوان ما رو فرق بدی؟ برای خودش در یه چیزی نوشتی که این جوان میره اونو بخونه، اون وقت اون زن میاد.
من خودم چند تا اینترنت دیدم که خیلی هم ضد انقلاب بود و به زبان فارسی هم بود و من نمیدونم این بیلگت چطوره از کجا فارسی یاد گرفتی. من پرسیدم از چند نفر و شاید این بیلگت برادر اون بیل کلینتون باشه و از آمریکا پول میگیری و این سیامک هم پول گرفت تا ملا نوری که با اون برج ساخته برای اسرائیل. استراتژیک چهارم من در مورد شکنجه بود که اون را مجلس برد به شورای نگهبان و خوشبختانه برادران غیور ما آن را رد کردند. یعنی چی؟ ای چپی، ای کمونیست، ای مزروعی، تو برای من تحریم تخفیف میکنی؟ اگر یک نفر آمد توی اون زندان و برادران غیور زحمت چی شما با او گفتن اعتراف کن و اعتراف نکرد؟ وقتی؟ ما بچه بودیم یه سیده میزدون باباش میزد تو سرش وقت و لایه تو اجر مجلس هستی برو کشاورزی کن قانون به تو چه مربوط؟ مگر اینجا کمونیستی که مجلس اون بره قانون برای خودش؟ و دیگه من به شما هیچ حرفی نمیزنم، هر چی میخواد حرف بزنه هر چی میخواد نزنه. من این هفته هم دموکراسی شدم. خداحافظ.